سلام و عرض خدمت دوستان عزیز هولدر شیباینو حالتون چطوره امیدوارم که حال تک تک تنالی باشه یه بررسی سریع از وضعیت قیمت شیباینو میخوایم داشته باشیم این ویدیو رو من خیلی سریع رکوردش کردم و گفتم که حالا قرار بود امشب راجع به شیباینو صحبت کنیم ولی گفتم که سریع راجع صحبت کنم و چند تا نکته ای هستش که الان در حال حاضر میخوام یه کاری رو انجام بدیم و یه تصمیمی رو بگیرم و نظر شما مهمه که بپرسم ببینم که نظر شما به چه شکلی هست موافق هستید موافق نیستی که قرار هستش از شما بپرسم و تا امشب این تصمیم رو بگیرم که روی کاور ویدیو فکر کنم مشاهده کرده باشید که راجع کانال سیگنال هستش ما تقریبا 5 ماه پیش 6 ماه پیش در زمانش یادم نیستش که اون تایم یه تایمی بودش که حالا یه وقتای اضافی من داشتم و سریع یک ماه یه کانال وی سیگنال رو اومدیم راه انداختیم و سودهای بسیار فوق‌العاده‌ای رو از طریق اون کانال سیگنال دیتون تونستیم به دست بیاریم عجیب غریب سودهای خوبی بود و این باعث شد که حالا نتونم خیلی ادامه بدم دلیل این که نتونم خیلی ادامه بدم هم این بودش که چون که ما الان همونطور که داری ویدیو رو نگاه میکنیم من روزانه سه 4 تا ویدیو فقط داخل یوتیوب میذارم و همین کافیه که وقت منو در روز بگیره و نتونم برم سمت کارهای دیگه ولی میخوام یه کمی این کار رو انجام بدیم و دوباره یک ماه دو ماه یه سیگنال کانالی داشته باشیم دیدم که خیلیا درخواست داده بودن حالا فکر میکنم شاید یک عده زیادی باشن این موضوع ولی یه چند نفر از دوستان داخل تلگرام اینستاگرام دایرکت داده بودن گفته بودن که یک کانال وی سیگنال دوباره رو هندازی کن و میخوام دوباره از شما یه نظری بپرسم اون دوستانی که هولدر شیوا و اعضای کانال فست ریدر نظر شما به چه شکلی هستش یه کانال سیگنال ارزی دیجیتال فیوچرز اسپات دوباره رو هندازی کنیم یک ماه دو ماه با هم دیگه بازش کنیم و سودامون رو جمع کنیم و ببندیمش و برای ما کافی هستش نظر شما چیه این زیر حتما بنویسید قرار هستش که امشب تصمیمم رو بگیرم و یه قیمتی هم روی این کانال VIP 100 درصد مطمئن باشید که خواهم گذاشت چرا چون که وقتی یک کالایی رو شما با یه قیمتی میایین ارائه میدین ارزشش بیشتر میشه مثلا من بیام کانال وی آی پی رو سیگنال رایگان بذارم خب این زحماتی کشیده میشه شاید به هدر بره و خیلی ها اصلا سمتش نرم و ارزشش رو ندونم به خاطر همین نیاز هستش که یه قیمتی هم گذاشته بشه ولی در کل حتما این زیر نظرتون رو بنویسید اگر موافق هستید تا امشب من تصمیم خودم رو بگیرم و داخل کانال تلگرام حرار هستش که نحوه نام رو من بگم امشب اگر ببینم اکثریت دوستان موافق این موضوع هستن پس زیر ویدیو دیسکریپشن لینک تلگرام هستش یه کامنت بذار و یه نظر هم که میذاری حالا میگی که نظرت به چه شکلی هستش داخل کانال تلگرام جوین بشو که امشب اگر من سیگنالی میخوام بذارم کانال سیگنالی میخوام راه اندازی کنم نحوه سبتنامش رو اونجا بفهمی و بدونی که به چه شکلی هستش خب بریم شروع کنیم اول از همه یه وضعیتی که در حال حاضر پیش اومده برای شیبا اینو ما دیروز قیمت که داشتیم مرسی میکردیم درست روی محدوده 430 داشت نوسان میکرد اگر یادتون باشه الان قیمت شیبا رسیده به 31 و, و حتی تا محدوده های 32 هم اومده حرکت کرده داخل تایم فریم هفتگی من خیلی دارم دنبالش میکنم و این روزها باید خیلی حواسمون جمع باشه چون که تایم فریم هفتگیش خیلی مهمه واسه ما کندلی که باز بسته میشه چرا چون که سه روز مونده که این کندله بسته بشه خب اگر این کندله ببین همین جایی الان داره نوسان میکنه بالاتر که رفت حالا چه بهتر ولی همینجا حداقلش رو بخوام بهتون بگم اینجایی که داره نوسان میکنه یعنی 431 همین قیمت بیاد بسته بشه کندل های هفته بعد مثبت و دوباره ما شاهد رسیدن قیمت شیبا به اون سخفی که حالا اومد سری زد و برگشت به سمت پایین که توی تایم روزانه بهتر میشه این سقف رو دید اینجا این محدودی شدویی که داشتیم دوباره برمیگردیم 445 رو با کندل ها میبینیم دیگه این بخش اگر شما نگاه کنید ما اینجا دو تا شدو داریم ولی اگر تایم فریم هفتگی اون کندل بسته بشه میایم حرکت میکنیم و یه کندل هایی رو اینجا شاهد شیبا اینو خواهیم بودش که خیلی مهم هستش این موضوع پس تایم فریم هفتگیش رو این روزها من دارم دنبال میکنم چند روز مونده که بسته بشه تایم فریم هفتگیش سه روز مونده که این کندل هفتگی ما بسته بشه کندل گذشته رو هم اگر شما دقت کنی یه شدویی داشته به صورت حالا پیمار مانندی بوده یعنی ما باید موج رو به سمت پایین دوباره ادامه می دادیم و کاهش شیبا رو باز در ادامه ما می میدیدیم ولی این اتفاق نیفتاد و قیمت الان برگشته به خاطر همین بسته شدن کندلش بالای عدد سه سفر سی, سبر سی و یک. حالا نزدیکی های شرخی ها بگن سی هم اوکی هستش آره تقریبا عدد سی هم اوکی هستش ولی اگر با قاطعیت کامل بخوایم بگیم بسته شدن بالای عدد 14 سفر میتونه واسه ما یه سیگنال خرید دوباره صادر بشه که قیمت شیبا استارت خودش رو خواهد زد برای یک افزایش سیار فوق العاده توی تایم فریم روزانه شما اگر دقت کنید ببین ما یه خط مقاومت حمایتی رو اینجا رسم کردیم رو عدد 4 تقریبا 30 اینا این محدوده بودش خب و کندل ها الان در حال حاضر بالای این سطح دارن نوسان میکنن خب یه کندل داشتیم که این گلفش کرده شکست بریک آفتش رو ما اینجا دیدیم کندل بعدش کندل مثبتی بوده و کندل امروزی که الان 13 ساعت مونده بسته بشه بازم مثبت هستش و این رو نشون میده نشون میده که عدد چهار سرسی حالا یه کمی بالاتر میتونیم بذاریم این محدوده هستش عدد چهار سرسی سی میبینیم که کندلی بالای اون بسته شده دو تا کندل خیلی خوشگل و خوش خوشفرمی اینجا بسته شده و فقط کافی هستش که برمیگردیم دوباره به همون تایم فریم هفتگی فقط کافیه که داخل تایم فریم هفتگی یه کندلی اینجوری بسته بشه یعنی بالای این ساعت بسته بشه دیگه تموم کندل های بعد پشت سر هم مثبت به سمت بالا میان حرکت میکنن و یه جهش دیگه رو از سمت شیبا اینا و ارزهای دیجیتال تجربه خواهیم کرد پس اینا مهمه بدونیم که آقا کجا قرار که قیمت رشد کنه و دلیل رشدش به چه شکلی خواهد بودش و در آینده اگر حالا کانال سیگنالی ما رو هندازی کردیم مطمئنا از شیبا اینا دیگه خیلی بیشتر فوکوس میکنیم تمرکز میکنیم توی تایم فریم مثلا 4 ساعته میریم تریدش انجام میدیم ببینیم که آقا مثلا قیمت از اینجا عبور کرد تا کجا میتونه رشد داشته باشه تا کجا جا داره که قیمتش بیاد افزایش بده کنه که تک تک اینها مهم هستش پس الان در حال حاضر سری اگر خیلی خلاصه بگم بهتون منتظر تایم فریم هفتگیش هستیم کندلی که الان داره نوسان میکنه بسته بشه برای ما کافی هستش یعنی مشاهده افزایش قیمت شیبا دوباره پشت سر هم خواهیم بود که تارگت های جدیدی رو بیاد این بالا به ثبت برسونه شاید افزایش قیمت بیایم شیبا اینو باشیم پس در کل الان وضعیت فعلا مثبت بازم نگرانی خاصی نداره منی که هولدرش هستم چیکار کنم منی که اگر هولدرش هستم فعلا باید صبر کنم بیننده باشم اگرم خریدی انجام میدید بچا یه نکته راجع به خرید کردنش بگم خیلی ها میان میپرسن میگن که آقا بخریم یا نخریم چیکار کنیم خرید کردن رو دارن از من سوال میپرسن ببین خرید کردن الان من دارم راجع به چی صحبت میکنم میگم آقا من بیننده و صبر کننده هستم خرید های خودمون رو ما کجا انجام دادیم یادتون باشه یه پله من گفته بودم اینجا بخرید خب گفتم میتونید یه پله اینجا خرید خودتون انجام بدید تقریبا رو همین قیمت ها بودش محدود های 4 ست 28 27 اینجا داشت نرسام میکرد الان که روش کرده به سمت بالا بازم یک میام میگن که حالا بخریم الان بخریم الان بخریم مطمئنم اگر قیمت شیبا پام کنه برسه به 4 و 59 دوباره میام میگن آقا بخریم الان چیکار کنیم ببین تو خرید های خودت رو باید روی کف ها انجام میدادی یعنی اون پایین ها باید خرید های خودت رو انجام میدادید یه تایمی باید بخرید و یه تایمی باید صبر کنید الان تایم صبر کردن و اون خریدی که انجام دادیم یه سود خوبی بهمون به همون. و از بازار بیایم خارج بشیم نوسان خودمون حالا در کل اگر خیلی ساده بگم بهتون بگیریم و از بازار بیایم خارج بشیم پس تنها هدفمون در حال حاضر این هستش نکته بعدی که هستش تایم فریم های مختلفی که وجود داره مثلا من بیشتر تایم فریم هفتگیش رو بهتون گفتم که سه روز مونده این کندل بسته بشه مهمتر از تایم فریم هفتگی تایم فریم ماهانه وجود داره چرا تایم فریم ماهانه مهم هستش علتش اینه که کندل های ماهیانه می میتونن حتی روندها رو به همون نشون بدن یعنی ما بدونیم که آقا روندها به چه شکلی هستش سعودی هستش سعودی نیستش به کدوم سمت داره حرکت میکنه و باید از طریق تایم فریم های مختلف ما تحلیل ها سیگنال های خودمون رو دریافت کنیم مثلا تایم فریم ماهانه یه سیگنالی به همون داره میده تایم فریم هفتگی یه سیگنال داره میده تایم فریم مثلا روزانه چهار ساعته یک ساعته 15 دقیقه همشون میتونن یه سیگنالی بدن بهمون به ولی اون سیگنالی که ما تو ذهنمون داریم مثلا میخوایم خرید باشه باید همه تایم فریم ها مثبت باشه اگر میخواد فروش باشه همه تایم فریم ها منفی باشه همه تایم فریم ها باید قرمز رنگ باشه رن... یعنی پایین اومدن قیمت رو نشون بده یه دونه تایم فریم میتونه حالا بینش مثلا تایم فریم ماهانه مثلا منفی باشه هفتگی روزانه 4 ساعت مثبت باشه این میتونه باشه ولی اون اکثریت باید ببینیم که به چه شکلی هستش الان تایم فریم ماهانه هفتگی روزانه داره مثبت بودن با رو نشون میده بالا رفتن قیمت شیبا رو داره نشون میده شاید تایم فریم 4 ساعته پایین اومدنش رو داره نشون میده ببین کامل مشخصه قیمت یه سعودی داشته ضعف روند داریم اینجا ما میبینیم رفته بالا یه هدن شولدر خیلی ریزی میخواد تشکیل بده و ریزش کنه به سمت پایین اصلاح کنه دیدید تایم فریم مثلا ماهانه هفتگی روزانه مثبت بود ولی تایم فریم 4 ساعته منفی بود پس اون اکثریت با کدوم هنه. تایم فریم روزانه هستش میای تایم فریم روزانه رو نگاه میکنی متوجه میشی که قیمت داره پشت سر حرکت میکنه نیازه که یه کندل با بادی بزرگی ما اینجا ببینیم که اونم وقتی اتفاق میفته کندل های هفتگی و ماهانه بسته بشه وقتی این اتفاق بیفته شاهد افزایش قیمت شیبا اینو هم میتونیم به سمت بالا باشیم یه خلاصه هم از وضعیت بازار کریپتو اگر بهتون بدم در حال حاضر بیت کوین 70000 دلار هستش پایین تر سولونا رو داریم که قیمتش رسید به 180 دلار بیت کوین از 70000 تا اومده عبور کرده خب ولی فعلا تثبیت نداده یعنی تثبیتش وقتی هستش که بالای تقریبا 71.500-600 بیاد قیمت بیت کوین یعنی اون تثبیتیه رو داده پپر هم که همچنان ترند بازار هستش اگر ویدیوی پپر رو ندیدی همین چند ساعت پیش من آپدیت تحلیل پپر رو گذاشتم بری سریع حتما اون ویدیو رو نگاه کنید که وضعیتش رو توضیح دادم که الان زمان خرید هستش یا زمان فروش هستش من فکر کنم دیگه چیز خاصی نمونده باشه و اولی ویدیو یه حرفی زدم بهتون کانال سیگنال فکر کنم دیگه یادتون نرفته باشه زیر این نظرتون رو بنویسید آیا موافق هستید موافق نیستید این زیر بنویسید و بعد سریع داخل کانال تلگرام جوی بشید و منتظر اون خبرم باشید که میخوام بهتون بگم که تصمیمم به چه شکلی هستش کانال وی آی پی رو میذاریم یا نمیذاریم دمتون گرم که تا اینجا مشاهده کردید امیدوارم که از این لذت برده باشید لایک کردن این ویدیو طبق معمول فراموش نشه تا ویدیوهای بعدی فعلا خدا نگهدار